سلام، شبتون بخیر باشه. من باقری هستم از مرکز آموزش تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف. الان خدمتتون عرض میکنم. امروز با لایو مدیر محصول در خدمتتون هستیم. امیدوارم که مطالب مفیدی توی این دوره از لایومون در اختیارتون قرار بدیم. چند لحظه منتظر میمونیم تا دوستان به جمعمون اضافه بشن. خب من یه توضیحی بدم. دکتر احمدزاده هستیم از اساتید جهاد دانشگاهی صنعتی شریف که دوره‌های مدیریت پروژه اجایل و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بابوک رو تدریس می‌کنند. دکتر احمدزاده 24 سال سابقه تدریس و مشاوره در حوزه‌های مختلف رو به صنایع رو دارند و امشب در خدمتشون هستیم تا در مورد دوره مدیر محصول باهاشون صحبت کنیم. من ازشون دعوت می‌کنم که بیان. سلام، خوب هستین؟ شبتون بخیر باشه. شب بخیر، حال شما خوب هستین؟ ممنون، مرسی. شما خوبین؟ انشالله کرونا ازتون به دور باشه. خیلی ممنونم خانم باقری، متشکرم. ممنون، مرسی از شما. برای شما آرزوی سلامتی دارم و همه دوستانی که توی لایف هستن. مرسی، ممنون از محبتتون. در خدمتتون هستیم. میخواین یه معرفی داشته باشین رزومتون رو تا بیننده محترم هم در جریان باشه. سلام، من محمد احمدزاده هستم. 24 سال هست که در حوزه آموزش، مشاوره و پیاده سازی سیستم های کسب و کار، مدیریت چابک و مدیریت پروژه در حال ارائه خدمات به سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات هستم. افتخار این رو دارم که تقریبا 5 سالی هم هست که با جهاد دانشگاهی شریف پروژه های آموزشی و مشاورهی رو برگزار داریم میکنیم. باعث افتخاره. خواهش. یه سری سوال آماده شده و دوستان پرسیدن و ما هم آماده کردیم که توی این لایو مطرح کنیم. من شروع میکنم. اولین سوالی که مد نظرمون هست اینه که چرا اصلا یه موقعیت شغلی تحت عنوان مدیر محصول ایجاد شده؟ بله، واقعیتش اینه که به دلیل شرایط و تغییراتیه که در محیط کسب و کار داره اتفاق میفته. آقای ساتلن و شوابر تو آخرین نسخه منوال اسکرام یه جمله جالبی رو دارن و من دوست دارم که اون جمله رو خدمتتون بخونم از روی خود منوال. میگه که امروزه شاهد دنیایی پیچیده و رو به رشد هستیم و نیاز به محصولاتی فراتر از محصولات نرم افزاری داریم، جایی که از روش‌ها و متدهای اسکرام و یا حتی سایر روش‌ها میتوان به خلق ارزش برای مشتریان اقدام نمود. اگر شما برای مشتریانتون خلق ارزش رو در دستور کار دارید، خودتون رو مشمول اجایل و اسکرام بدونید. ببینید، واقعیت اینه که دنیایی که ما الان داریم درش حضور داریم دنیای خلق ارزش هاست. یعنی اگر سازمان ها بتونن ارزش های جدیدی رو خلق کنن، میتونن تو این بازار بمونن، در مقابل رقبا بمونن. به همین دلیل یک عنوان شغلی جدید طراحی شده به نام مدیر محصول یا پروداکت منیجر که بیاد ببینه چه محصول ارزشمندی رو خلق کنیم، در چه زمانی به بازار عرضه کنیم، با چه مشخصاتی به بازار عرضه کنیم، برای چه گروه از هدف و یا تارگت گروپ و یا چه پرسونایی از مشتری
این محصول رو ارائه بدیم که بتونه هم خوب بفروشه، هم برای کسب و کار، هم برای شرکت درآمدزایی کنه، هم بتونه برای مردم و اون مشتریان، یا ما اجیلیستا بهش میگیم برای اون پرسونا، بتونه اون ارزشی که مورد نظر اون پرسونا یا مشتری هستش رو خلق کنه. پس مدیر محصول دنبال خلق این ارزشه هستش و پوزیشنیه که خیلی هم الان توی سازمان ها، چه برای محصولات آیتی چه برای محصولات غیر آیتی، یعنی الان شرکت های دارویی هم برای تولید محصولات دارویی از مدیر محصول استفاده میکنن، شرکت های پزشکی برای تولید پیس میکر برای قلب دارن از مدیر محصول استفاده میکنن، و خب تو حوزه آیتی هم که خدا رو شکر بیشتر از جاهای دیگه ما نقش مدیر محصول رو میبینیم. به همین دلیل هیچ محدودیتی برایش وجود نداره. خیلی هم عالی، مرسی. روند جذب و استخدام این موقعیت شغلی به چه صورته؟ ببین کلن تو ایران هیچیش سر جاش نیست، یعنی وقتی میخوای من یه گزارشی رو که با بچه های دانشگاه شریف تهیه شد اونو بررسی کردیم، خودم خیلی از پوزیشن های کاری مدیر محصول رو نگاه کردم، یه خلط موضوعی وجود داره متاسفانه. ببینید ما سه تا کلاه کلیدی داریم، یه سکرام مستر هست یا اجایل کوچ هست که نقشش اجرای روش های چابک در سازمان هست، یه پروداکت منیجر یا مدیر محصول هست که هدفش خلق یک محصول ارزشمند هست، و یه پروداکت اونر داریم یا مالک محصول که وظیفش این هستش که در کنار تیم اون محصولی که پروداکت منیجر طراحی کرده، اولویت بندی کرده رو در کنار تیم خورد خورد تهیه کنه و تحلیل کنه و ارائه بده. توی استخدام و شرکت‌های آگهی دهنده بعضی جاها این سه تا شغل رو یه شغل کردن و یه دونه سوپرمن میخوان، یعنی یه نفر میخوان که هر سه تا کار رو براشون بکنه، هم اسکرام مستر باشه یعنی جلسات چابک رو مدیریت کنه، کنترل پروژه چابک انجام بده، هم پروداکت اونر باشه که مالک محصول کنار تیم باشه، بکلاگ رو اولویت بندی کنه، و هم پروداکت منیجر باشه که بشینه بازار رو تحلیل کنه، آنالیز کنه، ببینه تو بازار رقبا چه محصولاتی دادن، چه فیچرهایی دادن. اینه که یک کمی این خلط موضوع باعث شده که پوزیشن هایی که برای مدیر محصول هست ترکیب بشه با پوزیشن هایی مثل مالک محصول یا اسکرام مستر. عملا شرکت ها میخوان با یه تیر چند تا نشون بزنن دیگه، یعنی یه مدیر محصول استخدام کنن که هم مالک محصول باشه و هم اسکرام مستر باشه، هر سه تا کار رو براشون انجام بده. درست. تازه به قول دوست عزیزمون آقای مرغزاری، بعضیام بحث مدیریت فنی رو هم اضافه میکنن. همین الان داشتم چند تا پوزیشن شغلی رو نگاه میکردم، نوشته بود که طرف باید مثلا کدنویسی هم بلد باشه، در صورتی که اصلا پروداکت منیجر لازم نیست وارد فضای کدنویسی یا برنامه نویسی بشه، اصلا اینطوری نیست. مدیر محصول کسیه که باید بدونه تو بازار چه خبره، چه محصولاتی رقبا دادن، حالا ما چه محصول با ارزشی رو میتونیم بدیم که بتونه با یه قیمت مناسب در یه زمان مناسب در یه مکان مناسب برای مشتری مناسب بتونه فروخته بشه و برای سازمان سود ایجاد کنه. این مشکل ما الان توی استخدام مدیر محصول یا پروداکت منیجر برای شرکت‌های ایرانی داریم. بعضی از پوزیشن‌ها هم هستش که خدا رو شکر خوب تفکیکش کردن، یعنی درک کردن موضوع رو، یعنی فهمیدن که مدیر محصول پروداکت اونر نیست. هرچند که اگر این دو نفر یه آدم توانمندی پیدا کنیم که این دوتا نقش رو بتونه با هم ایجاد کنه، خیلی هم خوبه، خیلی عالیه، حتی هزینه های شرکت صرف نظر کم میشه از هزینه های شرکت. مؤسسه اسکرام الیانس، یکی از مؤسسات معروف دنیا، یه جمله ای داره میگه که با وجود اینکه این دوتا شغل، یعنی مدیر محصول و مالک محصول، دوتا شغل متفاوتن،
ولی اگر کسی این توانمندی رو داشته باشه که هر دوتا رو اجرا کنه، یعنی هم بتونه تحلیل بازار کنه، هم بتونه رقبا رو آنالیز کنه، هم در کنار تیم باشه، خروجی های تیم رو کنترل کنه، پروداکت بکلاگ رو کنترل کنه، اتفاقا این خیلی هم خوبه. منتها پیدا کردن اون آدم سخته. یعنی اینکه یه آدمی هم توانمندی تحلیل کسب و کار و تحلیل بازار داشته باشه، هم توانمندی مدیریت محصول و مالک بودن محصول و بروزآوری بکلاگ رو و همچنین اولویت بندی بکلاگ رو داشته باشه. به همین دلیل توی پوزیشن‌های ایرانی این مشکل وجود داره. یه چالشی هم که من فکر می‌کنم توی پوزیشن‌های ایرانی وجود داره چالش حقوقه. یعنی حقوقی که برای مالک محصول میخوان متناسب با شرح وظایفش نیست. اتفاقا خیلی نکته مهمیه. آره یعنی دقیقاً الان میانگین حقوقی که با توجه به بررسی‌هایی که ما کردیم بین 5 میلیون تومان تا 8 میلیون تومانه برای یک مدیر محصول. در صورتی که جالبه بهتون بگم تو دنیا مدیر محصولای خوب میشن مدیر عامل شرکت. آقای ساندار پیچای مدیر عامل حاضر گوگل قبلا خودش مدیر محصول بوده. خانم مریسا میر مدیر عامل قبلی یاهو خودش مدیر محصول بوده. آقای رید هافمن بنیانگذار لینکدین خودش مدیر محصول بوده. آقای کوین سیستروم بنیانگذار اینستاگرام خودش مدیر محصول بوده. یعنی چی؟ یعنی یه مدیر محصول میتونه مدیر عامل یه شرکت بشه بعدن. اگر اون محصول رو خوب به بازار عرضه کنه میتونه یه جهشی برای شرکت ایجاد کنه. به همین دلیله که ما با یه حقوق پایین میخوایم یه مدیر محصول استخدام کنیم متاسفانه تو کشورمون. تازه مدیر محصولی که پروداکت اونر یا مالک محصولم باشه، اسکرام مسترم باشه، اگه یه جایی 4 نفر ضعیف کدنویسی هم بلد نبودن بیاد کدنویسی هم بکنه برای ما. این نباید، این مشکل وجود داره. باید حقوق بچهای مدیر محصولی به نظر من بالای 10 تومن باشه حداقل. ولی الان تو آماری که ما گرفتیم از نزدیک به 50 تا آگهی که بررسی کردیم، میانگین حقوق حد اکثر، یعنی حد اکثر حقوقی که پیشنهاد کردن 8 میلیون تومان هستش و به نظر من این عدد خوب و مناسبی نیستش. یه اتفاق دیگه ای هم که حالا بد نیست اینجا بگم، فقط خدا رو شکر من این رو بهتره بگم به همه، خدا رو شکر که بررسی ها نشون میده که صنایع مختلفی دنبال مدیر محصولن. همونجور که عرض کردم صنایع دارویی، صنایع غذایی الان چون میخوان محصول جدید ارائه بدن به بازار دنبال مدیر محصول هستن، صنایع آیتی، صنایع بانکی و بحث تجارت الکترونیک دنبال مدیر محصول هستن که دنبال آدمی هستن که حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشه، تحصیلاتش یا کسب و کار باشه یا مهندسی صنایع یا مهندسی کامپیوتر. یعنی این 3 تا شغل رو بیشتر میخوان که باز به نظر من شغله مهم نیست. اصلا تو این دوره‌ای که ما طراحی کردیم برای ما اصلا مهم نیست طرف چه شغلی داره. مهم اینه که این کاراکتر مدیریت محصول، اون وظایفی که حالا ما تو کیسمون توضیح خواهم داد، اون وظایف رو بتونه انجام بده، بتونه اجرا کنه. اتفاقا یکمش یعنی در واقع شبیه جوابیه که قراره واسه سوال من بدین. این که من یه سوالی که میخواستم بپرسم اینه که همه میتونن تو این دوره شرکت کنن یا باید فارغ التحصیل یه رشته خاصی باشن، یه سابقه کار خاصی داشته باشن، که فکر کنم به صحبتی که داشتیم میگفتین نزدیکم بود. آره ببینید، اتفاقی که افتاده سرکار خانم باقری، 30% آگهی هایی که ما بررسی کردیم اصلا نگفته تحصیلات مرتبط چیه. پس یعنی تحصیلات خیلی اولویت نداره. از بین این تحقیقی که انجام شده 86% اصلا گفتن دانشگاه مهم نیست. این روال الان تو دنیا پیش اومده. ببینید الان استخدام ها مثل سابق نیست. الان المان های استخدام 4 تا چیز شده: مهارت های نرم، مهارت های سخت،
گواهینامه ها و رفرنس های بین المللی و بعد دانشگاه، یعنی دانشگاه رفته تو اولویت آخر. و این اتفاق خیلی خوبیه به نظر من که تو آماری که ما گرفتیم 86% دانشگاه اصلا براشون مهم نیست طرف دانشگاهش کجاست، حتما باید سراسری باشه یا آزاد. این خبر خیلی خوبیه. 30% اصلا نگفتن چه رشته ای میخواد، اصلا رشته خاصی رو مد نظرشون نیست. و جالبه که فقط مثلا اکثر افراد گفتن یا از اون 70% باقی ماندن گفتن که یا مدیریت باشه رشتهشون، یا مهندسی صنایع باشه، یا مهندسی کامپیوتر باشه، یا MBA و کسب و کار باشه، یا تحلیل کسب و کار باشه. این 3-4 رشته رو گفتن، ولی 30% آگهی ها گفتن که اصلا لازم نمیشه. در مورد سابقه کار، اتفاق خوبی که افتاده اینه که دنبال سابقه کار خیلی بالا هم نبودن. میانگین رنج سابقه کاری که خواستن بین 2-3.5 سال. یعنی دنبال یا آدم خیلی مثلا با 10 سال 5 سال سابقه کارم نخواستن. این خبر باز این خبر خوبیه. دلیلش این باشه که تازه این موضوع مطرح شده یا نه؟ یکیش اینه که اصلا این پوزیشن، اصلا مفهوم اجال جدیده، مفهوم چابکی جدیده، خود موضوع چابک چون جدیده، خود این یه خبر خوبیه. و چون الان سازمان‌ها دارن محاسن چابکی رو میفهمن، ما 5 سال پیش که با دانشگاه شریف با جهاد دانشگاه اولین دوره چابک رو شروع کردیم، من قشنگ یادمه همه فکر میکردم ما داریم اسکرام رو میگیم فقط، در صورتی که الان انقدر چابک گسترده شده که روش های جدیدی اومده مثل DA، بهش میگن دیسیپلیند اجایل، که از شما انتخاب میکنی مثل یه سفره، مثل یه جعبه ابزاری که تو برای شرکت غذایی ترکیب اسکرام و ناب رو انتخاب میکنی، برای شرکت IT روش لین و مثلا کانبان رو انتخاب میکنی، برای شرکت دیگه سیف رو انتخاب میکنی، برای یعنی میای روش چابک مناسب سازمانت رو بازطراحی میکنی بر اساس بلوغ سازمان، بر اساس بلوغ اون شرکت. و این باز این خبر خوبیه که الان مدیر محصولایی که از ما یعنی تو استخدام آگهی ها هستش، میگن که آشنا به چابک باشه، نمیگن فقط اسکرام. این خیلی خبر خوبیه. نمیگن فقط باید اسکرام بلد باشه، کمان که تو این دوره ما فقط اسکرام رو تو برنامه‌مون نداریم که بحث اسکرام رو مطرح کنیم، اسکرام هم آموزش میدیم. یکی دوستان سوال میکنه که کجاش جدید اجایل. اجایل جدید نیست، اجایل از سال 2001 اومده، ولی تو ایران تازه داره جای خودش رو باز میکنه. تو ایران هم تا الان اسکرام بوده، یعنی از بین 15-20 متد چابکی که وجود داره، اسکرام از همه پیشروتر بوده و تو ایران طرفدار بیشتر داشته. اجایل از سال 2001 اومده، ولی تو ایران تازه دارن بهش بها میدن، مثل تحلیل کسب و کار یا بابک که از سال 2015 اومده، ولی تازه دارن سازمان ایرانی میفهمن که چقدر میتونه کمکشون کنه. ما تو ایران متاسفانه کمی تأخیر داریم نسبت به دنیا، و این باعث میشه که شاید الان برای خیلی از شرکت ها جدید باشه این موضوع. این هم اضافه کنم که در این حینی که ما داریم با دکتر احمدزاده صحبت میکنیم، اگه شما سوالی از دکتر احمدزاده داشتین تو قسمت question باکس بذارین، من آخرش نگاه میکنم سوالی که بود میپرسم. خب سوال دیگه ای که مد نظرمون هست اینه که چرا دوره مدیر محصول روی پروژه های IT تمرکز کرده بیشتر؟ آیا مثلا کسایی که میخوان پروژه غیر IT داشته باشن مفیده براشون یا نه؟ ببینید مدلی که ما تو برنامه‌مون داریم مدل کیس محوره. بچه‌هایی که سر کلاس‌های من بودن، به خصوص ورکشاپ‌های من بودن، میدونن چجوریه داستان. ما یه کیسی رو میذاریم جلو و در واقع اون کیس رو قدم به قدم، اون مراحلی که باید پروداکت منیجر انجام بده رو قدم به قدم اجرا میکنیم. مثالی که انتخاب کردیم مثال IT بوده. دلیلش هم این بوده که الان بین استخدام ها
شرکت‌های آی‌تی، فناوری اطلاعات، نرم افزار و اپلیکیشن بیشتر دنبال پروداکت منیجرن. البته شرکت‌های دارویی، صنایع غذایی هم دنبال این قضیه هستن. این به این معنی نیستش که حتما باید فقط بچه‌هایی که میخوان تو حوزه آی‌تی کار کنن بیان تو این دوره. نه، مثال ما آی‌تیه. ما همین مثال میتونیم ببریم توی صنعت غذایی. برای مثال غذایی، مثلا تولید محصول جدید، یه محصول غذایی جدید استفاده کنیم. میتونیم برای مثلا یه محصول دارویی استفاده کنیم. الان جالبه بهتون بگم که تو دنیا پروداکت منیجر خیلی تو شرکت‌های دارویی بعد از این جریان کرونا تو شرکت‌های دارویی خیلی طرفدار پیدا کرد. چون اگر یه مدیر محصول حرفه‌ای ما انتخاب کنیم، میتونه سریع‌تر یه واکسن رو به بازار بده. میتونه به موقع محصول رو به بازار بده. جلوی کشته شدن آدم‌ها رو بگیره. و مثال ما یه مثال آی‌تیه، ولی این مثالیه که قابل تعمیمه. یعنی میشه عین همین رو برای صنعت دارویی و یا حتی صنایعی که محصول دارن، خودرو میتونه باشه، دارو. توی بوئینگ، شرکت بوئینگ هواپیمای بوئینگ از پروداکت منیجر استفاده میکنن برای تولید قطعات، برای محصولات جدید. توی تویوتا مثلا از این پوزیشن استفاده میکنن برای خودرو سازا، این کارو میکنن. و تو ایران هم خیلی جالبه، از شرکت باریج اسانس بگیرید، شرکت کشاورزی ملی بگیرید، شرکت های آیتی بگیرید، کارگزاری ها بگیرید، دنبال مدیر محصول هستن. گاج که خیلی جالبه، شرکت آموزشی دنبال مدیر محصول هستش. صنایع در واقع فروشگاه های اینترنتی، گروه های بزرگ مثل هولدینگ انتخاب مثلا الان دنبال مدیر محصول هستن. لازم مدیر محصولی فقط برای شرکت آیتی نیست، همه جا میتونیم از این پوزیشن استفاده کنیم. درسته، مرسی. خب حالا میخوام راجع به پروژه صحبت کنیم. کلا میشه یه کلیاتی راجع به پروژه به ما بدیم که ببینیم؟ بله حتما. ببینید، مدیر محصولی یه سری وظایف کلیدی داره، خب، که اگر این وظایف کلیدی رو انجام بده میتونه برای سازمانش ارزش ایجاد کنه، ولیو ایجاد کنه. این وظایف کلیدی چیا هستن؟ این که بتونه یک چشمنداز و نقشه راه برای محصول طراحی کنه، بتونه طرح توجیهی برای اون محصول در بیاره، بتونه برآورد سرمایه گذاری و درآمدی که هزینه و درآمدی که باید برای اون محصول اجرا بشه رو بتونه تحلیل کنه، بتونه ببینه چقدر سهم بازار رو میتونیم کسب کنیم، بتونه پرسونای مشتری رو طراحی کنه، بتونه سوالات مشتری رو خوب تشخیص بده، بتونه رقبا رو خوب تحلیل کنه، بتونه قیمت گذاری مناسب کنه رو محصول، یعنی یه قیمت مناسب به محصول بده، بتونه MMF های مناسب به بازار عرضه کنه. MMF مخفف Minimum Marketable Feature هستش. یعنی من در یه بازارهای زمانی یه محصولی رو به بازار بدم که بتونم بفروشم. بتونه قیمت گذاری مناسب کنه، بتونه رقبا رو خوب تحلیل کنه، بتونه MVP ها و یا MMF ها رو بده، بتونه نقاط قوت و ضعف رقبا رو شناسایی کنه و تو محصول خودش اصلاحش کنه، و علاوه بر اون بتونه تو شرایط پیچیده و همین صحبتی که اولش کردم، کامپلکسی که الان وجود داره، شرایطی که خلق ارزش خیلی مهم شده، بتونه تصمیمات درست بگیره. لذا ما دوره رو بر این اساس طراحی کردیم که یه آدمی بتونه این مراحل و این تصمیمات رو و این فعالیت‌ها رو بتونه در قالب یه مثال عملی انجام بده. مثالمون یه مثال آیتیه، ولی دلیل بر این نیست که این مثال رو نشه در جای دیگه استفاده کرد. میشه در هر جای دیگه هم این مثال رو استفاده کرد و به کار گرفتش. این کلیت برنامه ماست. بخشی از این برنامه ما با آموزش هست، یعنی مطالب آموزشی گفته میشه. یه بخش دیگه ای که عمده داستان هست ورکشاپ هستش. ورکشاپ هم اینجوریه که کوچ به روش کوچینگه. ببینید، ما یه موقع ورکشاپ رو برگزار میکنیم،
بچه ها میرن انجام میدن، ما میایم فقط ایرادا رو میدیم. نه، ما با بچه ها تعامل میکنیم، کنار بچه ها هستیم. تیمی از اساتید که هستن، این تمرینی که از ابتدا تا انتها جلو میره و تمام مراحل پروداکت منیجمنت و یه سری کارهای اضافه تر که حالا تو استادای دیگه میان توضیح میدن، ما این مثال رو از ابتدا تا انتها میریم جلو. و این شاید برای اولین بار باشه تو ایران که یه کار مشترک تیمی برای بحث مدیریت محصول داره شکل میگیره. از این جهت به نظر من کار جدیدیه، خود برای خود منم تجربه جدیدیه و اولین باری که دارم این تجربه رو به این صورت با یه تیمی از اساتید و با یه برند معروف به نام برند دانشگاه شریف دارم برگزار میکنم. متشکرم از شما. میشه لطفاً یه توضیح راجع به این موضوع بدین که چه مباحثی و سرفصلهای شما تدریس میفرمایین؟ ببینید، من توی برنامه این هستش که اول مفاهیم اجایل رو بگم، چون خیلی مهمه. یه چالشی که بچه های ما دارن اینه که خود این مفاهیم اجایل رو فقط اسکرامش رو فقط درک میکنن، یعنی فقط اسکرام رو میشناسن. من دنبال اینم که اول مفاهیم کلان اجایل رو به بچه ها بگم، بعد برم سراغ اون مراحل کاری که باید پروداکت منیجر اجرا کنه در لایه تحلیل کسب و کار، در لایه تهیه پروداکت ویژن، در لایه آنالیز رقبا، در لایه این که به طور قیمت گذاری مناسبی رو برای محصول در بیاره، و همچنین در لایه در واقع ارائه به موقع محصول به بازار. حالا این محصول یه سری جنبه‌های فنی باید داشته باشه که دوستان دیگه میان توضیح میدن، از منظرهای فنی به قضیه نگاه میکنن. من از منظر اجایل، از منظر اینکه اصلا چه جوری باید اون مراحل تولید محصول و طراحی محصول شروع بشه، و همچنین از منظر اینکه چه جوری باید تحلیل کسب و کار روی این محصول با رویکرد اجایل باید انجام بشه، من این دوتا وظیفه کلیدی رو دارم. بقیه دوستان بیان مباحث فنی تر رو برای یو آی، برای بحث یو ایکس، اونا رو همکاران بنده، دوستان عزیز میان تدریس میکنن. متشکرم از شما. با توجه به مباحث و سرفصلهایی که فرمودین، چه کارهای عملی و پروژه هایی رو فراگیر باید انجام بدن؟ ببینید، یه ورکشاپی هست، در واقع یه کیس استادیه. این کیس استادی یه مقدمه با براش تعریف کردیم. توی این کیس استادی گفتیم که شما به عنوان مدیر محصول این محصول انتخاب شدید و باید استراتژی، چشمنداز، MVP ها، ریلیز ها، اون وظایف مدیر محصولی رو انجام بدید. بعد یه بخشایش رو من انجام دادم. مثلا فرض کن برای بحث تحلیل رقبا من یک بخشی از این مسئله رو انجام دادم، بعد و بقیهش رو نوشتم شرکت کنندگان دوره در قالب تیمای 5 نفره، حد اکثر 5 نفره باید اینو تکمیل کنن. یعنی کار به این صورته که ما آموزش رو میدیم، به هر قسمت از ورکشاپ نزدیک 12 تا، بذارید من دقیق بشمارم چند تا ورکشاپ میشه، بله نزدیک 15 تا ورکشاپ فقط تو قسمت من هستش. یه بخشی از اون ورکشاپ رو من تکمیل کردم، بقیهش رو باید بچه ها بیان تکمیل کنن و درسته. کاملش کنن، به این صورت هستش. بعد یه سری این ورکشاپ ادامه پیدا میکنه برای طراحی محصولش، برای قدم های بعدیش. یه سری فعالیت های دیگه باید توی طراحی محصول در واقع مد نظر قرار بگیره، یو آیش چجوری باشه، یو ایکسش چطور باشه، خود تیم باید اصلا چه کارایی رو انجام بدن، که دیگه اونو بقیه اساتید میان برگزار میکنن. لذا دوره با صحبت های من شروع میشه، با کیس بنده شروع میشه، بعد این کیس تا انتها همینجور جلو میره و تا انتها پیش میریم که این کیس رو در انتها بچه‌ها یه مثال 0 تا 100 رو از زمانی که یه ایده برای محصول شکل میگیره تا زمانی که اون محصول به بازار عرضه میشه رو بتونن تجربه کنن. سوال پرسیدم که دکتر، فروش با تولید بحثش مجهزه هستش، چطور هر دو رو با هم دیگه میگید؟ ما در مورد
مدیریت محصول صحبت میکنیم. وقتی در مورد مدیریت محصول صحبت میکنیم، هم در مورد این صحبت میکنیم که این محصول رو با چه قیمتی باید به بازار عرضه کنیم، چه مشخصاتی داشته باشه، و هم در مورد این صحبت میکنیم محصول رو چجوری باید تولید کنیم. لذا به هر دوتاش میپردازیم. درسته دوتا موضوع مجزاست. اتفاقا پروداکت منیجر وظیفش اینه که هم بتونه برای فروش اون محصول فکر کنه با تیم بازاریابی، با کمک تیم، یعنی یه بخشی از کار، بخشی از وظایف مدیر محصول اینه که با تیم بازاریابی بشینه ببینه چجوری میتونه این محصول رو بفروشه، تو چه کمپینی بفروشه، در چه زمانی بفروشه، با چه فیچرهایی بفروشه. پس یه بخشی از کار فروش محصوله، یه بخشی از کارم تولید محصوله، که بیشتر اینجا دیگه تعامل پروداکت منیجر و پروداکت اونر مطرح میشه. پروداکت اونر کسیه که با تیم در ارتباطه، کسیه که کنار تیم هستش. اینجا ارتباط بین پروداکت منیجر و پروداکت اونر مطرح میشه. یه جمله کلیدی هست که به نظر من فکر میکنم این خیلی خوب بتونه تعریف مدیر محصول رو ایجاد کنه، یعنی یه تعریف جالبیه. مدیر محصول در واقع وسط سه تا تاپیک مهم هستش. یه تاپیک تحلیل کسب و کار، یه تاپیک فروش، و یه تاپیک تولید محصول. در واقع داره این سه تا نقش رو و این سه تا حلقه رو به هم وصل میکنه تا بتونه یه محصولی رو بده به بازار که بتونه برای بازار، برای شرکت ارزش آفرین باشه، برای مردم ارزش آفرین باشه. توی شرکت ها به مدیر محصول میگن مدیر عامل، نه اینکه مدیر عامله. درسته مدیر محصول های بزرگ دنیا بعدن میشن مدیر عامل، به شرطی که بتونن محصولات خوبی رو طراحی کنن، ارزشمندی رو طراحی کنن. به همین دلیل که این در واقع مدیر محصولی که خوب کارش انجام بده میتونه بعدن به پوزیشن مدیر عاملی هم برسه. لذا این در واقع توی این حلقه قرار میگیره، تو این حلقه قرار میگیره که بتونه ارتباط بین تیم فروش رو انجام بده. مدیر محصول دقیقا میگه چه چیزی و چه کاری با چه محصولی با چه مشخصاتی باید طراحی بشه. تیم فنی هم میگه که اون محصول رو چگونه به بازار، یعنی چگونه تولید کنن. و در نهایت باید مدیر محصول تایید کنه که بله این محصول به درد این بازار میخوره. مرسی از توضیحاتون. یکی از دوستان پرسیدن که برای یه برنامه نویس با سابقه نزدیک به یه دهه آیا مدیر محصول شدن ایده مناسبیه؟ تو ببینید، من قبلا یه هرمی رو توی توسعه فردی آدم ها در حوزه چابک، قبلا یه هرمی رو توضیح دادم، یه دونه لایو هم، یعنی یه ویدیو هم دارم، اگر خواستن تو اینترنت بزنن توسعه فردی چابک میاد، که اونجا توضیح دادم که کارشناس ها چه مسیرهایی برای رشد دارن، اسکرام مستر ها چه مسیرهایی برای رشد دارن، پروداکت اونر ها چه مسیری برای رشد دارن، تحلیلگرای کسب و کار چه مسیری برای رشد دارن. برای این فرد که کارشناس بوده، بیشتر کدنویس بوده، چند تا مسیر میشه داد. یک توسعه افقی هست که ایشون بشه در نهایت تیم لیدر یه تیم فنی. نهایت توسعه‌ای که پیدا کنه میشه تیم، به این میگن توسعه افقی. یه توسعه عمودی هست. توسعه عمودی هستش که این فرد بشه اسکرام مستر، بعد پروداکت اونر، بعد بشه پروداکت منیجر. یعنی این سه مرحله رو بره جلو. به این میگن توسعه عمودی. لذا تو اون ویدیو توضیح دادم که افراد چجوری میتونن در حوزه چابک رشد پیدا کنن و حالا یا افقی یا به صورت عمودی. پرسیدن که کار تو این حوزه به صورت پروژه‌ایه با سازمان ها؟ نه، خیلی از سازمان ها. تحقیقی که ما انجام دادیم، اکثر آگهی هایی که بررسی کردیم، نزدیک شاید مثلا 70 تا آگهی رو بررسی کردیم، اکثرا تمام وقت خواستن، یعنی تقریبا 95% تمام وقت خواستن. و ساختار شرکت هاشون هم اینه که هم تو شرکت های استارتاپی هست بینشون، مثلا حدود 36%
شرکت‌های استارتاپی هن، حدود 64% از این آگهی‌هایی که بررسی کردیم از شرکت‌های غیر استارتاپی هستن، ولی همه‌شون یعنی تقریبا 95 اکثرشون 95%شون گفتن که ما دنبال یه آدم تمام وقت هستیم و با بین 2 تا 3 سال سابقه. اینم یه خبر خیلی خوبیه که به نظر من دنبال سابقه خیلی بالا نیستن، چون خود این پوزیشن یه پوزیشن جدیدیه. میگن که برای شرکت دوره مدیر محصول نیاز به پیش نیازه، یعنی تخصص خاصی نیاز داره؟ نه دیگه، گفتم تخصص خاصی نیست. 2 تا تخصص میخواد. 1، علاقه. من آدم سختگیری هستم، بچه ها میدونن باید تا دیر وقت کار کنن، تا چون فرصت ما محدوده. بچه هایی که تو کلاس های قبلی من بودن میدونن باید در اون ددلاین ها خروجی هاشون رو تحویل بدن. پس یکی علاقه و پیگیری. 2، زبان انگلیسی متوسط. یعنی زبان انگلیسی متوسط کافیه. میرسی از توضیحاتون. اگه سوالی هست که من نپرسیدم یا یه مطلب تکمیلی داریم بفرمایید، من خواهش میکنم. ببینید، من یه جمع‌بندی بخوام بکنم در مورد این پوزیشن. اقبال شرکت ها به بحث مدیر محصول و مالک محصول خیلی زیاد شده. اتفاقا هم شرکت های استارتاپی اومدن به این سمت، هم شرکت های غیر استارتاپی. از بین رشته ها محدودیت رشته وجود نداره، اما بین رشته هایی که وجود داره، یعنی 30% آگهی ها میگه اصلا رشته مهم نیست، بلکه مدیریت مثلا هر رشته‌ای میتونه باشه. تو دنیا هم اینطور هستش. سابقه کاری بین 2 تا 3 سال هستش. شرط سابقه 88% آگهی ها شرط سابقه مدیر محصول بودن یا مالک محصول بودن قبلی رو ضروری نمیدونن و فقط دارن به این اکتفا میکنن که در اون حوزه شما کار کرده باشید، و این خودش به نظر من خوبه. 30% این آگهی ها این پوزیشن رو در پوزیشن مدیریتی قرار دادن. 38% آگهی ها در پوزیشن کارشناس حرفه‌ای قرار دادن. پس لولش دیگه کارشناسی نیست. این خبر خوبیه به نظر من. زبان انگلیسی که خواستن، اکثر آگهی ها زبان انگلیسی متوسط خواستن، همونی که ما هم تو دوره میخوایم. و در نهایت این که صنایع مختلفی هم به دنبال مدیر محصول هستن، فقط صنعت آیتی نیست، صنعت غذا، دارو و صنعت آیتی، آیسیتی و بانک هم تو این قضیه در واقع وجود داره. من دیگه حرف دیگه ای ندارم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما، تایمی که واسمون گذاشتین. ممنون، شبتونم بخیر باشه. از حضور دکتر احمدزاده مرخص میشیم و از مهندس پورخدابخش دعوت میکنیم که بیان و در خدمتشون باشن. خواهش میکنم. بگم که خدا حافظ شما. خدا نگهدار.